به نام خدا. سلام به تمام حاشیه نیوزی های عزیز که منتظری برنامه عالی و نظامی دیگه از نظامی ترین کانال فارسی زبان یوتیوب هستید. خوش اومدید به کانال خودتون و خیلی خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. توی این برنامه باز هم با هم به شمال غرب کشور میریم و میبینیم که جنگ قره‌باغ چه چالشی رو برای ایران رقم زده و به یه بخش جالب از توانمندی های نیروهای کشورمون میپردازیم. یکی از برتری هایی که توی جنگ قره‌باغ شامل حال آذربایجان شد، توانایی قابل توجه توی جنگ الکترونیک بود و پهپادهای ترک بدون اینکه رادیویی بشن تونستن تلفات خیلی خیلی سنگینی رو به ارمنستان تحمیل کنن و این نشون دهنده اینه که این پهپادها توان بالایی توی جنگ الکترونیک دارن. و شکار سایبری یکی از همین پهپادها توسط روسیه ایران رو بر این داشت تا یه حرکتی بزنه. با ما همراه باشید تا با هم مطالبی رو درباره جنگ الکترونیک ایران و پهپادهای ترک ببینیم. پس این ویدیو رو با لایک ها و کامنت های خوبتون مثل همیشه همراهی کنید و با سابسکرایب هاشی نیوز از جدیدترین نظامی های ایران و جهان با خبر بشید. جنگ الکترونیک یا جنگال یکی از اصول نبردهای معاصر توی جهان امروز هستش که برای کشورهای جهان اهمیت خیلی زیادی داره و لازمه حضور موفق توی اون استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته است. یکی از اصول موفقیت توی جنگ‌های معاصر علاوه بر استفاده موفق از توان رزمی و تجهیزات و تسلیحات مختلف، جمع‌آوری و رصد و پایش اطلاعاتی از توان نظامی و مکالمات بی‌سیم و مراکز مهم دشمن هستش که این وظیفه بر عهده یگان جنگال یا جنگ الکترونیک هستش. این همون کاری هستش که آمریکا و ستون پنجم ارتش بس، یعنی منافقین، در طول دوران دفاع مقدس با استفاده از ایستگاه‌های زمینی و هواپیماهای آواکس برای ارتش صدام انجام می‌دادن و خیلی از مکالمات فرمانده‌ها و ایستگاه‌های نظامی ایران توی جنگ تحمیلی رو به صورت کامل به دشمن بعثی تحویل می‌دادن که این کار موجب شکست ایران توی برخی از عملیات‌ها شد. اما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم سامانه‌های الینت ساخت آمریکا به روی تعدادی از هواپیماهای بوئینگ 707 و 330 نیروی هوایی نصب شده بودند. اما با توجه به اهمیت طراحی و ساخت همچین سامانه‌هایی توی صنایع دفاعی ایران، سه مدل از رادارهای الینت رو برای نصب و استفاده به روی یک خودرو توسعه دادند. همینطور که یک تازی پهپادهای ترک توی منطقه قره‌باغ برای خودشون جولان می‌دادند، رسانه‌های هوافضای روسی از اسقاط حداقل 9 پهپاد ترکیه خبر داد. این پویش نظامی در حقیقت نمایش از یک سلاح منحصر به فرد روسیه است. بعد از اون که آذربایجان سلاح‌های خریداری شده طی 14 سال گذشته رو توی نبرد علیه ارمنستان خصوصا توی ناگورنوی قره‌باغ استفاده کرد، روسیه هم به طرز غیر منتظره ای کاربرده سلاح استراتژیک رو عملی کرد. آذری ها تونستن با پهپادهای ترکیه بایراکتار TB2 به وسعت و عمق عملیات خودشون اضافه کنن، ولی وقتی که پهپادها به نزدیک پایگاه نظامی روسیه توی گیومری ارمنستان نزدیک شد، روسیه هم از سلاحی استفاده کرد که ظرفیت ساقط کردن حداقل 9 تا بایراکتار به ارزش 8 تا 10 میلیون دلار رو توی کمتر از 48 ساعت داره. مجموعه های کروسوخای 4 روسی این بار به واقع بایراکتارها رو روی هوا قتل عام کردند. تصویری که از پهپادهای منهدم شده بایراکتار انتشار پیدا کردن اثری از برخورد موشک توسط سیستم پدافند هوایی روی بدن اونها رو نشون نمیده. این تصاویر گویا یه استفاده از سیستم های جنگ الکترونیک مقتدری علیه پهپادهای ترکی است. کروسوخای 4 یا RL-257 یه سیستم جنگال الکترونیکی هستش که روسیه بعد از تست های متعدد تولید اون رو توی سال 2010 کامل کرد و توی سال 2014 وارد خدمات نظامی ارتش خودش کرد. دامنه تشخیص و دیتکت هواپیماهای الکترونیک از قبیل مینی پهپادها یا پهپادهای هجومی توسط کروسوخا به وسعت 250 کیلومتر. گزارشگرای نظامی مدعیان که کروسوخا رو نه فقط روسیه به کار گرفته، بلکه در دست نیروهای مسلح الجزایر، لیبی و البته ایران هم هستش. به دنبال آغاز تهاجم گسترده نیروی هوایی و زمینی جمهوری آذربایجان به منطقه آرتساخ یا قره‌باغ و آغاز جنگ با ارمنستان توی تاریخ 6 مهر 99، پهپادهای تهاجمی، شناسایی و انتحاری نیروی زمینی و هوایی جمهوری آذربایجان چندین بار حریم هوایی ایران را نقض کردند و توسط سامانه‌های پدافند تور M1 نیروی هوافضای سپاه پاسداران و همچنین سامانه‌های جاسوسی الکترونیکی و جنگ الکترونیک آوتوبازه 1 نیروی هوافضای سپاه پاسداران ساقط شدند. با شدت پیدا کردن درگیری‌ها و کشیده شدنشون به حاشیه رودخونه ارس و مرز ایران و در نهایت با تسلط کامل ارتش این کشور و مزدورای سوریه‌ایش به همه مرز ایران با آرتساخ یا قره‌باغ، نقض حریم هوایی ایران توسط پهپادهای جمهوری آذربایجان
آذربایجان افزایش پیدا کرد. در جواب نیروی پدافند هوای ارتش همون پداجا به همراه فرماندهی پدافند نیروی هوایی سپاه پاسداران همون نهسا مأمور شدند تا با ارسال و استقرار سامانه‌های پدافندی متحرک برد متوسط و بلند توی منطقه اسلاندوست ضمن افزایش امنیت حریم هوایی این منطقه در صورت لزوم اقدام به محافظت از نیروهای ارتش و سپاه که توی مناطق مرزی مستقر شدند در جریان عملیات پیشروشون بپردازند. قبل از اعزام سامانه‌های پدافند موشکی جهت استقرار توی نزدیکی مرز ایران با جمهوری آذربایجان و همچنین آرتساخ یا قره‌باغ، یه رزمایش مشترک توسط پداجا و نهاسا با هماهنگی و مرکزیت قرارگاه پدافندی خاتم‌الانبیا توی میدان تیر پداجا توی سمنان برگزار شد تا نیروهای ارتش سپاه به طور هماهنگ و تحت شبکه این قرارگاه پدافندی حفاظت از حریم هوایی و مقابله با تهدیدات ناشی از تجاوز هواپیماها و پهپادهای دشمن رو شبیه‌سازی کنه. توی جریان این رزمایش فقط از سامانه‌های پدافندی با تحرک بالا توی سه گروه کوتاه برد، برد متوسط و برد بلند استفاده شد. در کنار سامانه تور M1 نیروی هوافضای سپاه پاسداران توی روزهای اخیر از سامانه جاسوسی الکترونیک و جنگ الکترونیک L222 آوتوبازا جهت ایجاد پارازیت روی امواج ارسال شده از مرکز فرماندهی و هدایت پهپادهای جمهوری آذربایجان اونها رو مجبور به سقوط توی خاک ایران کرده. استفاده از آوتوبازا اولین بار توی تاریخ 22 مهر بعد از اون که یه پهپاد انتحاری هاروپ ساخت اسرائیل متعلق به ارتش جمهوری آذربایجان در نزدیکی روستای اوزونتپه اولیا توی شهرستان اسلاندوز واقع توی استان اردبیل به زمین برخورد کرد مشخص شد. 7 روز بعد از اون یه فرمان پهپاد انتحاری هاروپ دیگه بدون اون که اپراتور یا خلبان اون رو پس از ورود به حریم هوایی ایران منفجر کنه توی شهرستان خدا آفرین سقوط کرد. پهپادهای انتحاری هاروپ قابلیت خودکشی دارن و بعد از اون که از کنترل کاربر یا خلبانش خارج میشه اون رو توی هوا منفجر کرد تا با سقوطش آسیبی به نیروهای خودی و غیر نظامی وارد نکنه و لاشش رو واسه دزدیدن تکنولوژی‌های پهپادی اسرائیل سالم به دست دشمن نرسونه. به دست اومدن لاشه نسبتاً سالم دو هاروپ سقوط کرده نشانگر اون بود که با وجود کاهش ارتفاع این پهپادها خلبان یا کاربراشون اونها رو منفجر نکرده بودن که ناشی از قطع ارتباطشون با پهپاد به علت وجود اخلال توی سیگنال‌های ارتباطیشون بوده که به طور قطع توسط تنها سامانه اخلالگر امواج ارتباطی پهپادها یعنی سامانه آوتوبازا صورت گرفته. دقیقاً مشخص نیست که چه تعداد و چه مدل‌هایی از سامانه‌های پدافندی متحرک شرکت کننده توی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 99 تا به امروز به منطقه شمال غرب و مناطق هممرز با جمهوری آذربایجان و آرتساخ و قره‌باغ اعزام شده، اما تصاویر و فیلم‌های تهیه شده توسط مردم محلی نشون دهنده اعزام حداقل یک سامانه سوم خرداد نیروی هوافضای سپاه پاسداران توی بعد از ظهر 1 آبان ماه به سمت منطقه اسلاندوزه. به طور قطع این سامانه به همراه تور M1 های موجود و همچنین سامانه‌های اخلال‌گر جنگ الکترونیک میتونن به طور مؤثر از نفوذ پهپادهای شناسایی، تهاجمی و انتحاری جمهوری آذربایجان به حریم هوای ایران جلوگیری کنند. در ادامه با هم چند تا از پرنده هایی رو میبینیم که نیروی هوایی ایران برای جنگ الکترونیک اونها رو طراحی کردند و در ادامه امکانش هست که توی مناطق قره‌باغ مورد استفاده قرار بگیره. بوئینگ 707 ایران نسخه جنگ الکترونیک. این سه مدل که با اسم‌های 418EL، 118EL و 818EL شناخته میشن توی نقش جستجوگر غیر فعال واسه شناسایی و مکانیابی دقیق سامانه‌های ارتباطی دشمن به کار میرن. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده، فرکانس‌های عملیاتی این سه مدل به ترتیب 4 تا 18 گیگاهرتز، 1 تا 18 گیگاهرتز و 8 تا 18 گیگاهرتز هستش. هواپیمای بوئینگ 707. این هواپیما بخشی از پروژه‌ای به اسم آیبکس بود که یکی از نخستین پروژه‌های اطلاعاتی ایران با همکاری سازمان CIA آژانس اطلاعات ملی آمریکا به شمار می‌ره. این هواپیما سال‌های قبل از انقلاب توسط کمپانی راکول آمریکا تغییر کاربری داده شد و دولت ایران تونست تا توی سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از شوروی و عراق جاسوسی کنه. هواپیمای P3F اوریون. این هواپیما با ویژگی‌های مشابه با هواپیمای 330 اما با تفاوت‌های دریاپایی بودن هم یکی دیگه از هواپیمای مخصوص جنگ الکترونیک و رصد کننده انواع تحرکات هست که توی سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط ارتش خریداری شدن و 3 فروند از اونها به همراه 1 فروند بوئینگ 707 به سیستم‌های جنگ الکترونیک مجهز شدن. با توجه به دریاپایی بودن این هواپیماها به نظر می‌رسه که توی اون روزها و حتی سال‌های اخیر توی بخش‌هایی مثل خلیج فارس و مناطق دریایی ایران به جمع‌آوری اطلاعات مشغول باشند.
هواپیماهای صدف و سپهر. این هواپیماها هم دو هواپیمای ایرانی توی جنگ الکترونیک هستن که اطلاعات دقیقی از اونها وجود نداره، اما توی چند رزمایش حضور داشتن که فقط خبر متنی اونها منتشر شده و تصویری از اونها در دسترس نیست. بدین ترتیب پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. لطفاً اگه از این برنامه لذت بردید، اون رو برای دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و با سابسکرایب کردن حاشیه نیوز این کانال رو حمایت کنید. تا برنامه بعدی از این کانال، خدا نگهدار.